دارم بازید رکورد باشه. باش باش. خب دوستان خب قبل از اینکه شروع کنیم این سیکشن رو، خب من فقط دو تا مطلب رو میخوام اشاره بکنم قبل از اینکه سیکشن رو شروع کنیم. دو تا مطلب بذارید من اشاره بکنم. یکی این که رو بحث آیسا رایتینگ، چون این اولین باری است که من همه محوریت کارگاه رو میخوام رو این بذارم، الان میخوام اینا رو انشالله بریم که به اون آیسا رایتینگ برسیم. و من همه جا معمولا آیسا رایتینگ در حد 2-3 ساعت میگفتم، این سری میخوام اش در حد 8 ساعت فقط در آیسا رایتینگ بگم. برای خودم خیلی مهمه که تا میتونیم شنونده این موضوع استرایتینگ بیشتر باشه، که انشالله اگر دوستی هست که در واقع نیاز به این اطلاعات داره در مورد استرایتینگ، حتما بگید که در واقع روی کیس آیس. چون من مثالایی که آوردم همه رفتم از ژورنال نیچر، حالا هر جوری بود کداش رو پیدا کردم، نیچر، ساینس، بهترین ژورنال ها رو جدا کردم، پیپرهاشون رو در آوردم و تحلیل کردم که بتونیم اینجا بگیم که آره این استرکچری که ما یاد میدیم اینجا رو دقیقا تو بهترین ژورنال ها میبینیم، که در واقع این سبک نوشتاری ما از این ژورنال های دسته، حالا ما دسته بندی میکنیم بریم رو دسته یک فقط کار کنیم، ژورنال های مثل نیچر، سر، ژورنال های مثل مثلا ژئوتکنیک، ژورنال های مثل پابلیشر های خیلی معروف ساینس، نیچر. یه آیتم مورد دوم اینه که دوستانی که چون سایت رو ما طراحی کردیم که این سایت حالا از یه طرف کمک میکنه به دوستانی که دنبال مقاله هستند، با یک در واقع آیتم مختلفی داره، حتما یک گزینه هست حالا اینجور که من گفتن درخواست ثبت نام در دوره رو حتما پر کنید که اطلاعاتون موجود باشه. من مطالب علمی جدید و کارگاه بعدی رو، تک تک کارگاه بعدی و کارگاه قبلی رو، فیلماش رو کلیپ کلیپ میذاریم در واقع در اینجا و همه شما میتونید استفاده کنید. یعنی از این به بعد اگه جایی کارگاه من باشه، هم چه کارگاه خود من چه کارگاه دوستان، من همه رو جمع میکنم و اینجا توی این سایت به صورت کلیپ کلیپ ارائه میکنم که همه شما که ثبت نام کردید در این در واقع سایت خیلی راحت میتونید استفاده کنید. یه مورد این، یه مورد دیگه این که خب من سری قبلی که اومدم اینجا نزدیک 400 گیگابایت فیلم آموزشی از بهترین دانشگاه‌ها رو درآوردم، شاید نزدیک 300-400 دوره کامل مثلا شیمی کامل، سالید کیمستری مثلا کامل، از بهترین استاد از دانشگاه MIT مثلا اینو آوردم، که اینم باز توی سایت قرار میگیره تمام اینا. این سری هم اولش 200 گیگابایت از یوتیوب اونجا تمام فیلم آموزشی رو دانلود کردم، با خودم آوردم اینجا دادم خدمت مرکز اطلاع رسانی، که باز اینا همه در نهایت روی این سایت قرار میگیره که این به عنوان یک مرکزی بشه که شما در واقع در عالی ترین سطحی که داره این علوم تدریس میشه در واقع برید و ببینید. پس این دوتا رو، مخصوصا آیسا رایتینگ رو، اگه دوستی هست برای دوره برای بعد از ظهر شروع میکنیم انشاءالله، اطلاع رسانی کنید که بتونیم بیشتر اثر گذاری کنیم. حالا کم اذیت میکنه، کم پایین تر، یکم پایین تر میاد چون دقیقا تو چشم. خب ببینید آیتمایی که من گفتم، خب آیتمایی که گفته شد دقیقا همه رو اینجا هم میبینید، یعنی این جورنال شما ساینین میکنید، وقتی ساینین میکنید این تایلر آن فرانسیس، ببینید یکی از پابلیشر خیلی خیلی خوب هم تایلر آن فرانسیس هست. خب پس جز مثلا الزیویر گفتیم، اسپرینگر گفتیم، تایلر آن فرانسیس، وایلی، ACS، اینا همه جز بهترین پابلیشرها هستن و بهترین مطالب علمی رو شما میتونید از اینجا در بیارید. یه سابسکرایب خیلی ساده میکنید، و دیگه میتونید از تمامی امکاناتی که به شما میده، مثل الرت، مثل سیف سرچ، مثل فیوریت جورنال، همه میتونید استفاده بکنید. و با
باز حالا البته در مقایسه با مثلا سایت ساینس دایرکت این یک سری ابزاراش ساده تره، ولی خب مثلا دیگه میگم امکانات بیشتری به شما میده الزیویر. منتها این هم بازی که از پابلیشر خیلی خوب است، شما وقتی روی جورنال مثلا این جورنال اینستروومنت ساینس اند تکنولوژی وقتی میخوان آخرین کانتنتش رو در واقع ببینید، خب تیبل اف کانتنت آخرینش رو ببینید، کافیه که مثلا یک الرت بسازید، خب که البته اینو من قبلا ساختم برای اضافه نمیکنه، خب و الرت جورنال تایتل ای تا زد. ببینید من برای این دوتا جورنال برای خودم الرت ساختم، تیبل اف کانتنت اینا، به محضی که یک کانتنت جدید میاد، لیست اف کانتنت جدید در واقع میاد، یه ایمیل به من زده میشه میگه این جورنال یک لیست اف کانتنت جدید در واقع داره، برو نگاه کن. حتی لیستش رو هم برای من میل میکنه، اصلا نیاز نداره من رجوع کنم به این وبسایت، لیستش رو در واقع روی ایمیل من میاد، میتونه 100 تا هم باشه. خب پس این رو برای همه جورنال ها داریم ما، یعنی برای همه دیتابیس ها. دیتابیس ها همونطوری که برای یک سرچ به شما الرت میدن، برای لیست آف کانتنت جدید هم به شما الرت میدن. و به راحتی هم میتونید الرت هاتون رو دیلیت کنید. مثلا من یه الرت رو دیلیت کردم، خب حالا میخوام یه الرت اضافه کنم. ببینید دوباره الرت ساختم به همین راحتی، تیبل اف کانتنت الرت دیگه برای شما میل میشه. چرا از من میل نخواست؟ چون که تو سابسکرایب که شدم به من این کد رو داد، خب ویلکام حسین، خب دیگه ایمیل من رو داره، این به همون ایمیل میفرسته. این هم یکی دیگه از وبسایت ها بود. یکی دیگه از وبسایت ها اسپرینگر، باز دقیقا همین هست، یعنی شما اسپرینگر هم باز لاگین میشید. اینجا لاگینش اینجاست، اینا این لاگینش، یکم صفحهش جمع شده. پس این از دیتابیس ها، باز همه امکانات رو دارید. حالا جاش ممکنه فرق کنه، مثلا الان اینجا الان به اسم حسین معیدی این سیف شد، خب الان سیف آیتمز، مثلا سیف آیتم فیوریز من اینجاست، یعنی مای اسپرینگر لینک به شما میده که تمام اطلاعات اونجاست، یعنی سیستم یکی هست، اونتا فقط جاش فرق میکنه. باز به طور مشابه برای ACS من یه سری فایل داشتم از یک جا از قدیم، از البته این فایل‌ها از یکی از کتابخونه‌ها، فکر کنم کتابخونه دانشگاه اصفهان بود، تو کتابخونه‌ش راهنمای این دیتابیس ها رو گذاشتن. من فایل‌ها رو همه رو توی پوشه در واقع گذاشتم که بعد با سی دی حتما بهتون میدم. منتها خیلی قدیمی است، یعنی مربوط به سال 2005-6 باید باشه. الان همه دیتابیس ها هر روز آپدیت میشن، یعنی اسپرینگ لینک 3 سال پیش با 2 سال پیش فرق میکنه، 2 سال پیش با الان فرق میکنه جاده ای چه. منتها حداقل برای که بدونید چه آپشن های وجود داره در واقع میتونید کمک خوب باشه. یکی از دیگه از دیتابیس ها خیلی خیلی خوب وایلی است، کارهای خیلی عالی داخلش است. بعد اصلا بعضی پابلیشر ها مثلا اصلا چاپ کردن داخلشون افتخاره، مثلا وایلی هم همین، مثلا داشتن کار اسمتون توی وایلی بیاد، مثلا سرچ کنید اسمتون باشه، خب یه افتخاره اصلا برای خودتون، برای اون دپارتمانتون، برای همیشه
در واقع شانس گرفتن سایتیشن بیشتری هم داره چون پابلشرای خوبی هستن. ولو اینکه حتی ژورنال تحت حمایت ISI هم نباشه، یه نکته خیلی فکر میکنه حالا حتی اگه ISI باشه عالی است. ببین پابلشر ارزشش خیلی زیاده، ولو اینکه چون ژورنال یکی دیگه از پابلشرها خیلی قوی مخصوصا برای بچه مهندسی توماس تلفورد ICE یا حالا ICE Virtual Library توماس تلفورد. مثلا من خودم یه کار اینجا دارم، اینم بازی از اونها هست که آدم واقعا بهش میتونه افتخار بکنه به خاطر یه کاری که داشته باشه. حالا برای بعضی هایی که حتی من میشتسم ایرانی هایی که 7-8 کار اینجا دارن، اونا واقعا دیگه جز چی بگم افتخارهایی هستن که یک برای یک کشور، برای یک دانشگاه. یکی از دیتابیس های خیلی خیلی خوب که اگر سابسکرایب نیستید حتما سابسکرایب بشین، این پرکوست هست. پرکوست به شما تز میده، 3,000,000 تز اینجاست. خب یه نکته این که ببینید وقتی شما یه کار تحقیقاتی رو شروع میکنید نهایتاً بعد یک تز در موردش می‌نویسید، یک مجموعه 200-300 صفحه‌ای که امیدوارم یک روز دیگه به جای فارسی انگلیسی بنویسیم و اینو بذاریمش کنار و واقعا انگلیسی بنویسیم که علما بتونن ورود کنن به این جوامع بین‌المللی برای اینکه کارهای ما رو ببینن. بعدم که انگلیسی می‌نویسید در نهایت اینه که باید اینجا وارد بشه، یعنی همه دنیا میان اینجا سرچ می‌کنن برای گرفتن تز. من فکر می‌کنم چند تا وبسایت دیگه، یعنی تو سایت خودم برید، یکی حسین معید بلاک فا 10-15 تا وبسایت گذاشتم برای تز، ولی خب اصلا کاری رو اونا نداشتم. بهترینش اینجاست، پرکوست. حتما اینو سابسکرایب بشید و بتونید، چرا؟ چون یه مقاله که میخونید 8 صفحه است، 10 صفحه، خیلی مطلبی غیر از فقط به صورت کلیدی رفته اصل موضوع رو به شما گفته دیگه. حالا وارد جزئیات دستگاه چه مشکلاتی داشته نمیدونم بر اینا رو باز نمیکنه. منتها اینجا توی تز دیگه وقتی شما 300 صفحه مطلب میگه، همون 8 صفحه به 300 صفحه مطلب کامل دارید. خب چون از یه تزه که مقاله در میاد، اینجا ندارید. ولی خب مثلا من از UPM میتونم بهتون نشون بدم، خیلی کار باهاش هم ساده است. ببینید سیستم تا اونجایی که اطلاع دارم، سیستم دارایی که شما مثلا دسترسی داشته باشید، باید مثلا مقدار رجوع به این سایت پروکوست توسط دانشجوان به یه حدی برسه که مثلا دانشگاه این لزوم در واقع ببینی که بره بگیرد. شما حالا یه نامنگاری ساده بکنید این پروکوست، علل خصوص پروکوستی پبلیشرهای معروف که میگم حتما رو بگیرید. این پروکوستی جاییست که تقریبا همه دانشگاه بهش سابسکرایب هستن. خب من فقط محیط پروکوست رو بهتون نشون بدم. پروکوست دیزرتیشن اند تزیس. این تو همون اسپرینگل بود که رفتم سرچ کردم، مای سرچ ها، اینا سرچ ها بود که من قبل سیوید آیتم فور حسین معیدی. میتونم دلیت کنم سرچ هام رو، میتونم در واقع ادیت کنم. پس تو اسپرینگلینگ آخرین جایی بود که من گفتم برای دیتابیس ها که وقتی آیدی داشته باشه تمام آیتم ها رو به شما میده. توی پرکوست کانتینیو میزنید، مثلا در مورد الکتروکینتیک خب سرچ میکنید. حتی خب من خیلی یک کلمه کلیدی خیلی چی میگم براودی رو گفتم، بازی رو استفاده کردم. و 757 تز پیدا کرده. میگم الان شاید مثلا از 710 تاش به دردتون بخوره، بعد با ریستریش کنید، از ادوانس سرچ استفاده کنید. و مطلب اینجاست که ببینید مثلا فول تکستش 4 مگابایت، مثلا میبینید 200 صفحه مطلب، 121 پیج، 194 پیج.
این تز واقعا یکی چیزای خیلی ارزشمندی است که مثلا من خودم برای تز خودم شاید نزدیک 200 تا تز رو درآورده بودم، مطلب می‌خوندم در موردش. همین لازمه که به شما تکست میده، همین که راه روش رو کامل به شما نشون میده. خیلی کمک فوق‌العاده‌ای است. خب مورد بعدی که میخوام بگم سایتیشن ترکر رو میخوام معرفی کنم و بریم انشالله تو سایتیشن ترکر توضیحش میدم. یکی از سایتیشن ترکر خیلی قوی اسکاپوس هست. خیلی جاها میتونید شما ارزیابی کنید، ارزیابی هایی که در واقع یک آدر، یک افیلیشن که حالا منظورش دانشگاه هست، یک مؤسسه پژوهشی، یکی حالا ادوانسرچ. ببینید بین تفاوتی که بین به این سایتیشن ترکر و سایتیشن ترکر وب آف ساینس داریم، چون این دوتاشون دوتا سایتیشن ترکر خیلی قوی هستن، قوی ترین اگه بگیم. خب اینجا 4 کتگوری کلی داره، خب که حالا لایف ساینس که هست که 4300 تایتل حالا جورنال رو داره، هلت ساینس هست که 6800 داره، فیزیکال ساینسز اند سوشال ساینسز اند هیومنز. توی ISI که وقتی میری توی وب آف ساینس 3 داریم. توی وب آف ساینس که حالا اینجا فکر میکنم بازش بکنیم، در واقع 3 داریم که آرت اند هیومانیتیز هست، ساینس هست، سوشال ساینس، یعنی ساینس سایتیشن ایندکس، سوشال ساینس سایتیشن ایندکس، و که معمولا با SSCI، اون یکی با SCI، ساینس با SCI، این سوشال ساینس با SSCI، و آرت اند هیومانیتیز هم که در واقع 3 داریم. اینجا توی اسکاپوس 4 دسته بندی داره. خب قبل از که برم در واقع سایتشن ترکر رو بگم، یه سری بعضی اطلاعات اولیه میخوام بگم، فقط معرفی از اینا رو نمیخوام ریز بشم، فقط شما صرفا بعد جا سایت رو بدونید و چه امکاناتی بهتون میده، شما خودتون میتونید بعد برید سرچ بکنید. ببین برای گوگل داکیومنت، برای دانلود کتاب، خیلی از بچه‌ها میپرسن مثلا این کتاب میتونه برای ما دانلود بکنی؟ من خیلی راحت یک سایت خیلی ساده، شاید خیلی از شما هم بدونید، library.nu که این قبلا به اسم گیگاپدیا بوده. خب گیگاپدیا شاید بگم 1,000,000 کتاب داخلش باشه، حتما برید. هر کتابی هست اول تو آمازون پیداش کنید کتاب رو، بعد توی آمازون، این آمازون خب کامل ترین سایت فروش کتاب هست، منتها خب پولی هست، بعد ولی برمیگردید کتابی که تو آمازون پیدا کردید رو اینجا توی گیگاپدیا دانلود میکنید. غیر از این 10-15 تا 12 وبسایت دیگه هم هست که حالا گیگاپدیا تو اینا نیست، ولی گیگاپدیا رو شما تو ذهنتون باشه که تمام کامل ترینه اینا. حالا هر کدوم ممکنه مثلا یه کتاب تو این باشه، تو این نباشه، تو این باشه، داشته باشید کتابا رو، خیلی از اینا فری میتونید استفاده کنید. باز بهترینش gigapedia.com library.nu که این قبلا گیگاپدیا اینجوری بود که خیلی راحت تر دانلود میشد بکنی. مثلا من خودم 4-5,000 کتاب رو دانلود کردم، یادم دستبندی کردم، اونا هم دادم مرکز اطلاع رسانی. حالا هر کدوم تو زرشتتون میتونید 100 تا 200 کتاب دانلود شده برید آماده بردارید. خب منتها باید دقت بکنید، قبلا دانلود خیلی آسان تر بود، الان مثلا از گیگاپدیا میخوان دانلود بکنید 10 تا کد میخواد، نمیدونم، خیلی اذیت میکنه برای یه دانلود ساده. قبلا خیلی راحت تر بود، مثلا اصلا کد نمیخواست، الان خیلی سختش کرده حتی هم گیگاپدیا. پس صرفا اون کتابایی که میخواین رو شاید الان موجود باشه بهتون بدن، خیلی راحت ترید تو هم گیگاپدیا. ولی خب کتابای جدید، یک محیط ویکی هست، یعنی مثلا شما میتونید کتاب آپلود کنید. قبلا رو کتابا زیپ فایل بود ولی پسورد نداشت، الان پسورد هم در واقع روش میذاره، که چون میدونید که سیستم این کتاب اگه پسورد روش باشه شخصی میشه، اگه نباشه ادارات شخصی میاد بیرون، میتونن علی سایت شکایت کنن. اینا اومد سایت عوض کرد، رو دیتابیس های جدید دا آپلود کرد، پسورد روشون گذاشت که دیگه از این معقوله در واقع فرار کنه. آره این گیگاپدیا، این هم بازی سر ویب سایت دیگه است. قبل از که دیگه بریم رو سایتیشن ترکر، ببین سرچ انجین های مثل گوگل، ما صدها سرچ انجین داریم، خیلی راحت فقط تایپ کنید کمپرهنسیو لیست آف سرچ انجین، 100 تا وبسایت مختلف به شما میده که بهترینش میگم همین گوگل، بینگ، یاهو، حالا آلتا ویستا، هر کدومش تو یه چیز قوی هست. حالا تو گوگل تمام همه رو پوشش میده، ولی هر کدوم تو یه آیتم قویه. یا اینکه این وبسایت رو برید
تمام سرچ انجین های موجود دنیا رو بهتون میده. از اینکه صد و خورده سرچ انجین مختلف هست که گوگل یکی از اوناست. ببینید گیگاپدیا رو زدم رفت تو library.nu. این یه عکس معمولا تو تبلیغاتیه، حالا ببینیم لاگین بشیم. رجیستر یه دکمه داره. ببینید اینجا من صفحه کوچیک شده. خب این گزینه رجیستر اینجاست، این بغل لوگین سمت اون وری گزینه رجیستر داره. این صفحه الان خب من این رجیستر آنلاین شده باید داشته باشه، 100% رجیستر داره. من هیچ وقت پیش نیومده این مشکل، ولی خب شاید چون آی پی از ایران هست نمیدونم، ولی خب من هیچ وقت باش مشکل نداشتم. نه نباید مشکل داشته باشه. حالا پوتن شاید که این درست باشه، یولو ساکسس ویل لاگین. و اینجا شما میتونید هر کتابی رو خواستید دانلود کنید، مثلا سویل مکانی. الان سرچش راحت تر شده، منتها دانلود کردن ازش خیلی سخت شده. بعد یه محیط خیلی خیلی خوب برای دانلود کتاب است. من سرچ کردم کتاب رو پیدا کرد، هیچ مشکلی نیست. مثلا این کتاب 70 مگه روش کلیک میکنید به شما توی دیتابیس های مختلف میده، مثلا میگه این دیتابیس there is no matter available for further discovery. اینا باید وارد بکنید که بعد دیتابیس ها رو به شما بده و دانلود کنید. حالا اگر احیاناً نده، اینجا من هیچ وقت مشکل نداشتم، همیشه 4-5 تا دیتابیس هم میده، نه فقط آی فایل میده، فایل تو نمیدونم مگا دیتا مگا آپلود نمیدونم فایل فور فایل آپلود همین چیزی اینا همش اکثرا داره. ولی آی فایل اینجا آی فایل باز. ولی میگم یه مکان خیلی خوب برای دانلود. خب من اینجا میخوام به شما همزمان که طریقه ارزیابی محیط آکادمیک، حالا یک محقق، یک دانشگاه، یک حالا هر چیزی که مربوط به آکادمیک میشه، یک کتاب و بگم، میخوام مثلا همزمان اینم بگم که چه ژورنال های ISI هستن، چه ژورنال های نیستن، چه ژورنال های خوبن، چه ژورنال های بدن، کدوم ژورنال ها رو طرفش بریم، کدوم ژورنال ها رو طرفش اصلا نریم. خب ببینید اولین جایی که شما میتونید ببینید یک جورنال ISI هست یا نیست، یک مکانی هست به نام مستر جورنال لیست. مستر جورنال لیست اینو از عمدن تو گوگل سرچ کردم، ولی سرچ سایتش مشخصه www.thomsonreuters/mgl Master Journal List L. خب MGL
اولین لینکی که میاد میتونید در استفاده کنید. من یه مثال، دو تا مثال میخوام بزنم. یکی یه جورنال از تلانا فرانسیس میخوام بگم. خب این محیطی هست که برای سرچ میاد. ببین من دارم راه فریش رو میگم، یعنی راهی که در واقع شما نیاز به پرداخت هیچ چیزی ندارید، یعنی دانشگاه شما هم وصل نباشه شما میتونید استفاده کنید. ببینید هر جورنالی یه ISSN داره که تو ایران بهش میگن شاپا. شاپا ش الف پ الف، چه حالی استفاده کردن من نمیدونم، ولی شاپا به این ISSN میگن شاپا تو ایران. یعنی شما وقتی جورنالی رو بخواید تأسیس کنی، اولین کاری که میکنی یک شاپا میزنی، یعنی یک شاپا رو درخواست میدی. توی ایران یه مرکز داره، این مرکز هم از مرکز فرانسهش میگیره، یعنی اون مرکز هستی که در فرانسه ISSN ها رو میده، وصل به همه مرکز ها داره، همه هر پایتخت یکی داره. خب این جورنال هم دالا تو هر کشور بوده که تو این یکی تو هلنده، از فرانسه گرفته این ISSN ها. یه پرینتی میگیرن، یک آنلاین میگیرن، الکتریک آنلاین میگیرن. حالا ببینم کدوم از این ISSN ها. خب دقیق داشته باشید، وقتی توی محیط تامسون رویترز میخواه ISSN رو چک کنید، حتما بینش با 4 عدد یه خط تیره 4 عدده. توی اسکوپاس میخواه سرچ بکنید، این خط تیره رو دیگه ندارید. خب ISSN رو انتخاب میکنید، حالا اگه این پرینتی این ISI هست یا آنلاین باید اینجا میفهمیم. ممکنه الان به ما بگی این جورنال ISI نیست، در صورتی که خود جورنال اینجا تایپ کرده که ما امپکت فاکتور داریم، یعنی ISI ایندکس هستیم. دو سوال بعد. خب آره ببینید این در واقع پرینت ورژنش ISI هست. ببین وقتی که الان سرچ میشه اینجا، اینو ما الان سرچ کردیم، اینجا اومد به ما نشون میده. همین که الان اینجا نشون داده شده یعنی که تو محیط ISI ثبت شده، پس فعلا جز ISI لیستد به حسابش میاریم. یه ISI لیستد داریم که تو محیط ISI هست، حالا یه اصطلاح هست که تو ایران ساخته شده، همه اونجا در دعوت اینجوری هست که حالا کلا ISI هست یا نیست. حالا خیلی ISI هستن که خوب نیستن، الان ما بخوب روی این بپرازیم که چه ISI رو اصلا طرفش نریم. ببین این جورنال آف دیسپرشن ساینس اند تکنولوژی یک جورنال از تیلر اند فرانسیس در USA. خب اصلا همین که الان فقط در USA داره چاپ میشه این تیلر اند فرانسیس، دو تا پارامتر خیلی قوی هست اینجا که من باشم انتخاب میکنم. بعد برمیگردم کاورجش رو چک میکنم. ببین یه دکمه بود اینجا، اکثر دوستان اینو غافلن از این. تنها سری قبل اومدم اینجا فکر کنم گفتم کاورج میگه شما توی کاورج ساینس سایتیشن، سوشال ساینس سایتیشن ایندکس اکسپندد، خب و کانال فیزیکال و بایوسیس، چهار تا کاورج رو داره. دقت کنید وقتی شما توی همون صفحه اول مستر جورنال ریس رفتید اینجا، اینجا یک سری کاورج به شما نشون میده. خب جورنالیست، جورنالیست فور سرچیبل دیتابیس، اینا همه دیتابیس های مختلفی هست که در ISI هستن، مطرح هستن، منتها فقط سه تا از این دیتابیس ها هستن که در وب آف ساینس ظاهر میشن، یعنی توی اون مرکز اصلی که ISI ها سایتیشن هاشون کانتبله، سایتیشن هاشون قابل شمارشه. خب ببینید دو تا پایین داریم، سوشال ساینس سایتیشن ایندکس، ساینس سایتیشن ایندکس، ISI، یعنی در واقع ISI واقعی رو ما اینا نمی‌دونیم، یعنی ISI واقعی حالا اگه بگیم ISI ایندکس اصطلاحا بگیم که ایندکس میشن تو وب اف ساینس، دو تا اینجا داریم، یکی هم اینجا دیگه، بقیه اینا فعلا توی وب آف ساینس، وب آف نالج ظاهر نمیشن، یعنی اگه سایتیشن هایی رد بدل بشه اضافه نمیشه به اینا. یه نکته این، ببین من گفتم که اسکاپاس سایتیشن ها اسکاپاس رو میگیره، گوگل اسکولار اسکولار رو میگیره، وب آف نالج هم
یه نکته باید ریستر بشیم که تو خود حتی Web of Knowledge Coverage Art and Humanities Citation های Coverage Art and Humanities رو میگیره. یعنی حتی اگه یه جورنالی اینجا این رو سایت بکنه، این یکی دیگه رو سایت بکنه، یا این رو سایت بکنه، قابل شمارش نیست. یعنی ارزش دهی نمیشه بهش. خب این رو سایت کنه ارزش دهی نمیشه بهش. این هم دقت بیم. خب الان اگه من چک کنم این جورنال رو، ببینید داره ساینس سایتیشن داره، ساینس سایتیشن اکسپندد هم داره. پس این در واقع ISO واقعی است. این هایی که این لیبل رو هر کدوم از اینا رو داشته باشه، ساینس سایتیشن ایندکس داشته باشه، ایمپکت فاکتور هم خواهد داشت. تو جورنال سایتیشن ریپورت میاد. ولی اگه نداشته باشه، خیلی از جورنال ها که ادعای ISO رو دارن، یه نمونه خیلی بارزش که دیگه ایرانی ها خیلی اونجا علاقه به چاپ مقالات دارن، متاسفانه همون چیزی که میگم راه غلط رفتن، همین یکی از آپشناش این هست. ببینید این جورنال Australian Journal of Basic and Applied Science، ببینید اول بخوام چک کنیم جورنال رو، ببینید تایتل جورنال چی هست؟ Australian something. بعد آدرس کجاست؟ حسیب آباد شهید نمیدونم پاکستان، پاکستان. من خیلی دیدم از این جورنال آزاده بریتیش نمیدونم چی آدرس پاکستان، American Journal of Applied Science آدرس پاکستان. یعنی حتی آدرس هم بچه ها نمیرن چک بکنم. این مورد به این سادگی تو یه دقیقه می... و اینا اکثرا میری نگاه میکنی $200 از اینه پایینی دارن، بعد میری نگاه میکنی هر ایشو $200 حالا چاپ میکنه، 12 ایشو در سال هم داره. این یه آیتم. حالا من فقط برای که بگم عمق فاجعه هم یکم بگم، این دانشگاه آزاد اسلامی در 6 ماه پیش جولای 2011، 20 جولای 2011 من یه سرچ کردم Australian Journal of Basic and Applied. وقتی نگاه میکنید به لیست مقالاتی که اینا چاپ میکنن، وقتی چک میکنید میگه همشون از مقالات خیلی بد، جورنال خیلی بد انتخاب شدن. اکثرا ISO نیستن، ISO ایندکس نیستن، دو سه تاشون که ISO ایندکس هست خیلی دیگه تو خالی عذاب در اومده. منتها نکته ای که من فقط اینجا میخوام بهتون بگم، در نقل همین یه به عنوان نمونه رو میخوام بگم، ببینید Australian Journal of Basic and Applied Science اینجا در رده مثلا پنجم ششم دیگه، پنجم 173 تا، 6 ماه بعد، 6 ماه بعد از 13000 تا رفتن 18000 تا، Australian Journal اومده اول 405. یعنی توی 6 ماه 300 جورنال، 300 مقاله ایرانی که افیلیشن دانشگاه آزاد داره رفته تو آسترون جورنال، که این یه ریالی ارزش داره. بعد حالا چه واقعا وقتی می چک میکنی اون 100 تا 70 تاش ایرانیه، یعنی 10 تاش عربه مال مصر، 10 تاش نمیدونم مال پاکستانه، 10 تاش بقیه هم چک میکنید باز به همین منوالش. وقتی شما چک میکنید برای ارزیابی برای خودتون، میخوام ببینید که ارزیابی یه دانشگاه چطوره هست، مثلا به عنوان نمونه بارز این میخوام، یه دانشگاه هستم یه افیلیش، خب برنش زیاد دارن، همه برنچ های مقاله ها رو جمع کردن تحت یه برنش که این تعداد بالا بره، تعداد که بالا بره خب میاد تاپ تو سرچ، که اسکاپاس سرچ میکنی، وقتی سرچ میکنی تعداد این میاد تاپ تو اسکاپاس. همین دو روز پیش من سرچ کردم، خب دانشگاه اسلامی حتی در دانشگاه تهران هم مثلا 18000 تا بالاتر، تعداد بیشتری. حالا من میخوام ریز بشین داخل این، به این که آیا واقعا خوبه این کار یا نه. برای کسی که نمیدونه خوبه، ولی منتها برای ما که الان قرار بدونیم میخوام بگیم که نه این اصلا خوب نیست. ببین دانشگاه آزاد اسلامی وقتی نگاه به تاپ ترین مقالاش جورنالاش میکنید که کار کرده، اکثرا حالا اسکاپوس رو دارن، صرفا داشتن ایندکس اسکاپوس بدون ISI ایندکس چیز خاصی نیست، اسکاپوس و جورنال خیلی معمولی هم اسکاپوس رو میتونن داشته باشن. خب وقتی چک میکنه جورنال رو میبینی پاکستان جورنال بیولوژی، جورنال فود، اینا اکثرا جورنال های اوپن اکسس هستن که در واقع اکثرا ISI ایندکس نیستن و جورنال های واقعا میتونم بگم جورنال بدی هستن. خب
این یه آیتم، این دانشگاه شریف هست. خب باز حالا خداشو دانشگاه دولتی ما این راه رو نمیرن. ببین وقتی نگاه میکنی حالا ساینس ایرانیکا، خب جورنال ایرانی آیسای جورنال خوبی است. ببین تعداد از 10,000 تا به 11,700 تا تو 6 ماه، خب تعداد معقولی است. یعنی 1000 تا 100 تا تو یه تعداد معقول است. البته در مقایسه حالا بخوام مقایسه کنم، مثلا دانشگاه کاشان الان کل افیلیشنی که داره توی، یعنی کل مقالاتی که ثبت شده داره الان 2100 تا است. حالا خیلی فاصله داره با شریف و تهران، حالا دیگه این دیگه زحمتش دست شما رو میگیره. یعنی از 2000 تا برسونیدش تو 20,000 تا. خب منتظر، ولی هر چقدر هم بخواد پابلش کنید یادتون باشه خوب باید پابلش کنید جای خوب. یعنی این لیستی که میبینید، این لیستی که اینجا میبینید، من چک کردم اکثرا ژورنال خوبی هستن. یعنی شریف راه غلطی رو نرفته. خب یا اینجا باز اینا راه غلطی رو، حتی تفاوت رو میبینید دیگه. ساینس ایرانی که هنوز تاپ، یا مثلا متریال اند دیزاین، اینا ژورنالای خیلی خوبی هستن. ای اس ام ای ژورنال خیلی خوبی است، اکثرا ژورنال خوبی است و پابلیشر خیلی خوبی هم هستن. یعنی راه غلط رو نرفتن. چرا؟ چون مطمئنن یه جا اینا کنترل میشه دیگه. یک آیتمی هست به نام بلک لیست جورنال. هر دانشگاه بلک لیست خودش داره. دانشگاه بهتر بلک لیست سختگیرانه تری داره. همه را از اسکاپوس گرفتم. یکی از حالا بگم مزیت‌های اسکوپوس نسبت به وب آف ساینس، که حالا شاید تنها مزیتش به حساب بیاد، این است که اطلاعات اینجوری رو خیلی راحت دسته‌بندی شده به شما میده. حالا وب آف ساینس هم داره، منتها خیلی پروفایل‌های قوی‌تری بهتون میده. باز برای امیر کبیر هم که می‌بینید مثلا 9300 تا شده. البته دو تا نیست، بعدش شما مقایسه دو تا دانشگاه است. دو تا دانشگاه، یکی امیرکبیر یکی تربیت مدرس. باز اینا هم با غلطی رو نرفتن. ببینید یه مورد اینجاست، من شاید اینجا بهتر باشه اشاره کنم. شما به عنوان محقق ایرانی دارید یک موضوع تحقیق میکنید، دقت کنید که این موضوع در وهله اول با یک مشکلی، چون دارید وقت میذارید تفکر میکنید، هزینه براتون میشه. الان شمایی که مثلا اینجا هستید هزینه هایی براتون شده که الان باید اینجا رو یک موضوع مشکل ملی خودتون باید تحقیق کنید. حالا ولی این که چاپ کنید در یک جای دیگه، این که صرفا ما در مورد موضوعاتی که مشکلات حاده، مثلا فرض که یک کشور دیگه باشه، بعد چاپ کنیم در یک جای، ما الان داریم انرژی خودمونو میسوزونیم برای جای دیگه. این یادتون باشه مشکل. مثلا دیروز یک کنگره اینجا بود، کنگره مربوط به خوشسالی داشت کاشان. خب این مثلا چه موضوع خوبی است برای دوستانی که علاقه مندند. خب رو همین موضوع مثلا برم ببینم که بقیه جای دنیا مثلا چیکار میکنن، گردآوری بشه در واقع به عنوان یه ریویو که این مطالب دستبندی بشه و ارائه بشه، مقالات داخل کشور حتی. یعنی مثلا این ساینتیفیک، مثلا این ساینس ایرانیا، مثلا ایرانیکا، خب این مثلا دستبندی شه تو همین ژورنالا. پس همیشه این تو ذهنمون باشه به عنوان کسی که اینجا دارین کار میکنیم و هزاران مشکل کنارمون هست، با یکی از مشکلات حل بکنیم، نه که صرفا کار تحقیقات دیگران. مثلا الان همین که اینا اومدن اینجا در ژورنال خودشون چاپ کردن، ما بریم نگاه بکنیم مشکلات داخل ایران، خب یه قدم مثبت است. این همیشه تو ذهنمون باشه. باز یه دانشگاه دیگه، پس ببینید حالا بعد از این میخوام مقایسه کنم با دانشگاه آمریکایی، هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ سطح کار. خب ژورنال اف اپلای ساینس، این ژورنال به اون ژورنال امریکن ژورنال اپلای ساینس فرق میکنه. در انتخاب ژورنال خیلی دقت کنید، از این بابت که بعضی از ژورنال ها چاپ در اون چاپ اسم شما در اون مقاله برای همیشه، هم برای خودتون هم برای دانشگاهی که داخلش هستید، یک چیز خیلی بد هست. مثلا آره یک پوینت منفی، حالا پوینت که مثبت بشه، یک چیز منفی هست. خب یک پوینت منفی هست. خب الان در مقایسه با مثلا حالا دانشگاه آمریکا، مثلا حالا ما دانشگاه ما 18,000 تا ماکسیمم بود، حالا با اون حتی ژورنال تاپ خوب دانشگاه تهران، حالا ببینید مثلا اوهایو 104,000 تا، پنسیلوانیا 96,000 تا. این یه نکته، هم از لحاظ تعداد پابلیکیشن ها، خب این یه نکته. حالا نگاه میکنید همه اکثرا 50-60,000 تا.
نکته اصلیش اینجاست، این تعداد مهم نیست، تعداد مهم نیست. شما وقت هاروارد یونیورسیتی رو نگاه میکنید، یا آپشن رو اینجا چک کنید، ژورنال هایی که اینها کار کردن رو نگاه کنید، ببینید نیچر 1300 تا ساینس، یعنی رقابت اینها در این هست که چقدر بیشتر میتونه